بینندگان رادیو و تلویزیون کبیر و شنوندگان پادکست دانشکست، به این برنامه هفتگی آخرین های بهداشت و درمان خوش آمدید. امروز چهارشنبه هفتم سپتامبر 2022 برابر با 16 شهریور ماه 1401 هست. نظام الدین میثاقی هستم و سپاسگزارم که مثل هر هفته با من همراه هستید و من میزبان این برنامه هستم و با شما هستم. اول اینکه FDA یعنی سازمان غذا و دارو در هفته‌ای که گذشت بوستر و یا دوز تقویت کننده واکسن رو که زیر مجموعه های اومیکرون BA4 و BA5 رو در خودش در برداشت تایید کرد. یعنی اینکه این واکسن یک واکسن بایویلنت هست، یعنی اینکه حداقل دو گونه مختلف ویروس رو برای ایجاد ایمنی در بر میگیره. حالا منتظر هستیم که سازمان CDC و یا پیشگیری از بیماری، سازمان کنترل و پیشگیری از بیماری در آمریکا اون رو تایید بکنه و انتظار میره که تا همین آخر هفته در داروخانه ها و مطب پزشکان این واکسن ها دیده بشن و همین زودی قرار هست که در دسترس باشه. این واکسن ها توسط هم فایزر و هم مدرنا ساخته شده. واکسن فایزر از 12 سال به بالا قابل استفاده هست، اما واکسن مدرنا برای 18 سال به بالا ها هست. خود شرکت ها هم فایزر و هم مدرنا گفتن که شما اگر 2 ماه از آخرین واکسن یا اولیه و یا تقویت کننده تون میگذره میتونید این واکسن ها رو استفاده بکنید. ولی اجازه بدید کمی بیشتر تعمق بکنیم روی اینکه چه مدتی باید صبر کنیم تا استفاده بکنیم. چه مدت بعد از یا عفونت توسط خود کووید و یا آخرین واکسنی که شما زدید باید صبر بکنید تا واکسن بوستر و یا یادآور که نام دیگرش تقویت کننده هست استفاده بشه. این واقعا به آخرین عفونت و یا آخرین واکسن و یا تحمل خطر افراد بستگی داره. CDC مرکز کنترل و پیشگیری بیماری در آمریکا میگه اگر قبلا آلوده شدید دستورالعمل این هست که میتونید واکسن خود رو بلافاصله بعد از بهبودی از علائمتون دریافت بکنید، یا اینکه حد اکثر 3 ماه صبر بکنید بعد از یک عفونت و بعد این واکسنتون رو بزنید. لازم نیست که البته کل مدت 3 ماه رو صبر بکنید. سیستم ایمنیتون رو فرسوده نمی کنید اگر که شما واکسن رو زودتر بزنید. در این هفته که گذشت یک پیشچاپ خیلی خوب نشون داد که یک تقویت کننده، یعنی یک واکسن که یادآور هست برای سیستم ایمنی، در عرض 2 ماه بعد از عفونت ممکنه که خیلی فرقی نداشته باشه که استفاده ازش بکنیم چه یا زودتر یا دیرتر. یعنی چی؟ یعنی که شما در حالی که آنتیبادی های خونسا کننده رو افزایش میدید با چنین واکسنی که اولین خط دفاعی بدن ما از عفونت و انتقال هست، حافظه سلول های ایمنی رو خیلی ممکنه افزایش ندید. اینا سلول های تی سل هستن که ما در موردشون قبل از این صحبت کرده بودیم. برای همین در این داده های این مقاله میگن که شما 2 ماه اگر صبر بکنید هم پادتنهاتون بالاتر خواهد رفت و هم حافظه سلولی رو دوباره تقویت خواهید کرد. فراتر از این داستان 2 ماه ما زمان بهینه رو نمیدونیم. یعنی اینکه این CDC میگه که شما به محض اینکه عوارض و علائم بیماریتون خوب شد بتونید برید واکسن بزنید، بر اساس این داده ها شاید کمی زود باشه. اگر هم کل 3 ماه صبر بکنید شاید کمی دیر باشه، ولی من فکر میکنم که بین 2 تا 3 ماه یا از آخرین واکسنتون و یا از آخرین عفونتتون میتونید این واکسن های جدید رو بزنید. اگر هم ماه ها که گذشته، بله شما هر موقعی که این ماهی رو از آب بگیرید تازه هست و میتونید که واکسن رو بزنید.
حالا همین امر در مورد واکسیناسیون قبلی هم صادق هست. دستورالعمل اصلی یا رسمی میگه که 2 ماه بعد از آخرین واکسن صبر بکنید و با توجه به این آخرین پیش چاپی که من خدمت شما عرض کردم، منطقی هست که ما همین کار رو بکنیم. ممکن هست که از تأخیر بیشتر ما بیشتر بهره مند بشیم و بر همین تصادفی هم نیست که در بریتانیا میگن که شما 3 ماه بین دوز هاتون باید صبر بکنید، اما در بر اساس داده هایی که ما داریم 2 ماه به نظر کافی میاد. حالا چه توصیه هایی اگر من بخوام جمع بندی بکنم من خدمت شما میکنم؟ این هست که از زمان آخرین عفونت و یا واکسیناسیونتون 2 تا 3 ماه صبر بکنید. هیچ کدوم اشکالی نداره. بیش از 3 ماه شده دیگه واکسنتون رو بزنید، بیش از اون صبر نکنید. 3 تا 4 ماه از زمان عفونت یا واکسیناسیونتون اگر گذشته و اگر شما در معرض خطر هستید یا بیماری زمینه‌ای دارید یا سفری در پیش دارید به مناطقی که در اونجا فعالیت ویروس بیشتر هست، حتما یه تقویت کننده رو در نظر بگیرید. برای بهترین محافظت ایمنی تقویت کننده خودتون رو 2 هفته قبل از سفر یا این رویداد بزنید. اگر 4 تا 6 ماه گذشته از آخرین عفونت و یا واکسیناسیونی که داشتید، دوز تقویت کننده خودتون رو به زودی دریافت بکنید و اگر 6 ماه بیشتر گذشته در اسرع وقت دریافت بکنید. این شامل من هم میشه چون 6 ماه از آخرین واکسن خود من هم بیش از اون گذشته، من مبتلا نشدم و تقویت کننده خودم رو ماها پیش دریافت کردم. خب حالا داستان کودکان زیر 12 چی میشه؟ همونطور که گفتم براتون، این دوزهای واکسن جدید که اومیکرون رو هم در بر میگیره، اینها از 12 سال به بالا برای فایزر و 18 سال به بالا برای مدرنا هستن. پس حالا کودکان چه کنن؟ برای کودکان بین 5 تا 11 سال این واکسن تا آخر امسال قراره که در دسترس قرار بگیره. اگر که کودکی دارید که همین الان واجد شرایط هست، خب دریافت بکنید. ولی اگر که یعنی این که منظورم این هست که واجد شرایط دریافت هر گونه تقویت کننده هست، یعنی تقویت کننده قدیم رو بهشون بزنید الان که فصل مدارس هست. ولی اگر اون رو ندارید و الان هم وقتش نیست، میتونید تا آخر امسال صبر بکنید و بعد واکسن بایویلنت رو که اومیکرون رو هم در بر میگیره بزنید. حالا اجازه بدید قدری بپردازم به آبل میمون. شیوع فعلی آبل میمون بسیاری از درک‌های قبلی ما رو در مورد این بیماری به هم زده. در آغاز شیوع آبل میمون دانشمندان فکر می‌کردن که می‌دونن ویروس آبل میمون چه زمانی و چگونه منتشر میشه، ظاهر این بیماری چجوری هست و چه کسی آسیب پذیرتر هست. با این حال بیش از 44,000 مورد این کیس که شناسایی شده برای آبل میمون در سراسر جهان بسیاری از این انتظارات رو به هم زده و دانشمندها اکنون در حال تحقیق در مورد پترن ها و الگوهای خاص برای انتشار ویروس هستند و دارن بیشتر در موردش تحقیق میکنن. اما خوبیش این هست که هم داروهایی داریم که میتونه از شدت بیماری بکاهه و هم واکسن‌هایی داریم که میتونه احتمال گرفتن بیماری رو تا 85% کاهش بده. در مورد واکسن‌های مانکی پاکس، مخصوصاً واکسن جینیوس که در موردش صحبت کردیم پیش از این، عرض کرده بودم که این واکسن‌ها باید 2 بار دریافت بشن. خیلی‌ها بار اولشون رو دریافت کردن از کسانی که آسیب پذیرتر بودن، اما بسیار اندک هستند کسانی که دوز دوم رو هم دریافت کردن و 97% تمام واکسن های آبل میمون یا مانکی پاکس که تا حالا زده شده دوز اول بوده، بر اساس گفته خانم دکتر راشل والنسکی در CDC در آمریکا. و خب این مقداری نگران کننده هست و اینها باید دعوت بشن که دوز دومشون رو هم بزن. یک مطلب دیگر این هست که یک وبسایتی
دولت آمریکا به نام covidtests.gov رو این دایر کرده بودند که مردم بتونن برای هر خانواری یه تعداد تست هایی رو به صورت مجانی برای کووید در دسترس داشته باشن و استفاده بکنن. این وبسایت به خاطر اینکه بودجش کم هست قرار هست که به زودی کارش رو تموم بکنه و دیگه در دسترس نباشه. یعنی این دوم سپتامبر هست که از دوم سپتامبر که الان چند روز گذشته، یعنی 5 روز هست که از اون روز گذشت، این وبسایت دیگه الان کار نمیکنه. همونطور که میدونید از آغاز پاندمی ماسک های ویژه N95 که بهترین بودن از نظر کیفیت، اینها روی یک سیستم اورژانس بودن، یعنی اینکه مدیکال دیوایس شورتج محسوب میشدن که کمبود داشتن و دسترسی بهشون مشکل تر بود، اما الان که تولید انبوهش هست و اینها هیچ مشکل کمبود ندارن، FDA سازمان غذا و دارو اونها رو از لیست ماسک های کمیاب یا کمبود برداشت و اینها به وفور در دسترس هستن. در زمان پاندمی بسیاری از کسانی که بیماری رو به صورت شدید گرفتن کارشون به بیمارستان کشید و اونهایی هم که خیلی خوش شانس نبودن متاسفانه کارشون به ICU کشید. الان داده هایی داریم که کسانی که به ICU میرن برای هر بیماری شدیدی احتمال اینکه ریسک زوال عقل در اونها بالاتر باشه 2 برابر کسانی هست که همسن و سال اونها هستن و بیماری های زمینه‌ای شبیه به اونها دارن ولی به ICU نرفتن. این هست که خود حضور در ICU ریسک تسریع زوال عقل و قدرت تفکر رو بیشتر میکنه. اینها رو آقای دکتر برایان جیمز در راش آلزهایمرز دیزیز سنتر در موردش صحبت کرد و نوشت. اما در ICU یک مسئله دیگه هم که هست این هست که اضطراب خیلی زیاد هست، خواب خیلی کیفیتش بد هست و داده هایی هست که نشون میده که موسیقی میتونه کمک بکنه به این بیماران. بر اساس یک بررسی سیستماتیک که متاانالیز بود، موسیقی برای کاهش اضطراب در میان بیماران در بخش مراقبت های ویژه یا ICU مؤثر هست. با نگاهی به اثر بخشی کلی مطالعات در 25 پژوهش مختلف که این متاانالیز رو تشکیل میداد، موسیقی به طور قابل توجهی نمرات اضطراب رو کاهش میداد. همچنین موسیقی به طور قابل توجهی در مقایسه با مراقبت‌های استاندارد که انجام میشه اضطراب رو کم میکرد، مثل داروهای تجویز شده ضد اضطراب که برای این گروه از بیماران بسیار استفاده میشه. از عامل‌های مهم استرس آلودگی صوتی هست در بخش مراقبت‌های ویژه و موسیقی میتونه مقداری اون رو کاور بکنه. خبر دیگر در مورد کسانی هست که داروهای استاتین استفاده میکنن. داروهای استاتین که اینا همه با استاتین تموم میشن، مثل آتورواستاتین، مثل روزوواستاتین، مثل پراواستاتین، اینها همش برای تقلیل کلسترول در بدن هست که درست هست که خیلی ها میگن که اگر این داروها رو استفاده بکنید ممکنه مبتلا به درد ماهیچه بشید، ولی برای 90% کسانی که از این داروها استفاده میکنن اگر درد ماهیچه دارن، دلیل اصلیش استفاده از این دارو نیست. این بر اساس داده هایی بود که در لنست چاپ شده بود، یکی از ژورنال های انگلستان، و توضیح میداد که اینگونه نیست و حدوداً 7% افرادی که استفاده میکنن از این داروها ممکن هست که مشکل درد ماهیچه و یا حتی ضعف ماهیچه رو تجربه بکنن. خب در مورد استفاده از استروئید، چه به صورت سیستمیک یعنی به صورت قرص یا چه به صورت تنفسی صحبت کرده بودیم و اتفاقا در مورد
این زمان پاندمی هم و بیماری های تنفسی که مشکل ذات و ریه ایجاد میکنه نشون داده بودیم که التهاب رو در ریه ها میتونیم با این داروهای تنفسی که به صورت اینهیلر هست کم بکنیم، اینهایی که حالت استروید دارن، و بهبودی ببخشیم به این بیمارها، بیمارانی که این مشکلات تنفسی رو دارن. و خب کسانی هستن که مشکل آسم و یا COPD دارن و به طور مزمن دارن از این گونه داروهایی که استروید رو به صورت تنفسی وارد ریه هاشون میکنه و یا استروید رو باید به صورت قرص به خاطر مشکلات خود ایمنی یا مشکلات التهابی بخورن، میخوام قدری صحبت بکنم. در داده هایی که در انگلستان اخیراً به دست رسیده نشون میده که این گروه از بیماران که به صورت مزمن استفاده میکنن، ماده سفید، چون ما ماده سفید و ماده خاکستری در مغز داریم، اون در مغزشون میتونه کاهش پیدا بکنه در طول مدت طولانی. و خب برای همین کسانی که دلیل نداره که استفاده بکنن باید با پزشکانشون صحبت بکنن. بعضی ها مجبور هستن که استفاده بکنن و خب این ممکنه که در دراز مدت به عمل کرده سیستم عصبی و مغز روش تأثیر بگذاره. این داده ها در British Medical Journal Open چاپ شده. همینطور ما در مورد گروه های خونی مقداری صحبت کرده بودیم در مورد کووید به طور خاص، اما حالا داده هایی در دسترس هست که کسانی که گروه خونی A دارن، اینها احتمال مبتلا شدن به سکته مغزی درشون بالاتر هست نسبت به کسانی که گروه های خونی دیگر دارن. مثلا گروه خونی O از اینها به نسبت کمتر بود. اینها در ژورنال نورولوژی چاپ شده بود. 17,000 بیمار مختلف مورد بررسی قرار گرفتن و این داده ها داده شد که کسانی که مثلا گروه خونی O دارن نسبت به کسانی که A دارن 12% ریسک سکته مغزیشون کمتر هست. اونهایی که A هستن، اینا ممکن هست که زودتر و در سنین پایین تر مبتلا به این مشکل بشن. به هر حال این یک چیزی هست که قابل تغییر نیست. گروه های خونی ما اون چیزی هست که ما باهاش به دنیا آمدیم، ولی اگر میدونید گروه خونی شما A هست و ریسک های دیگری برای ایجاد لخته خون در بدنتون دارید، حتما با پزشک معالج خودتون صحبت بکنید که ببینید چه روش هایی برای پیشگیری میتونید اتخاذ بکنید. خب خبر دیگر که خبر خوبی هست برای اکثر ایرانیان، چون من میدونم که خوردن چای به عنوان یک نوشیدنی بسیار معمول در بین ما ایرانیان بسیار زیاد هست. کسانی که 2 فنجان چای یا بیشتر در روز مصرف میکنند احتمال مرگ زودرس رو کمتر میبینند و کمتر میکنند. این داده ها خیلی جالب بود، در UK بایوبانک چاپ شده بود و نشون داده بود که اینا بیش از 500,000 آدم رو در طول سالیان دنبال کردن در طول 11 سال مختلف، و بعد اینها در ژورنال Annals of Internal Medicine چاپ شده بود که در اونها نشون داده بود که کسانی که 2 یا بیشتر فنجان چای مصرف میکنن 14-24% کمتر میشه ریسک مرگشون به خاطر بیماری های قلب و عروق. خب دوستان، به پایان این برنامه هفتگی رسیدم. سپاسگزارم که با من همراه بودید. از شما دعوت میکنم که در کانال یوتیوب کبیر تیوی KAVIR TV ما رو دنبال بکنید. همینطور اگر که برنامه های ما رو به صورت صوتی میشنوید، در پادکست ها ما رو میتونید پیدا بکنید تحت پادکست دانشکست که به صورت یک واژه DANESHCAST در اپل پادکست و یا در اسپاتیفای ما رو میتونید پیدا بکنید. با کمال امتنان همینطور از آقای بیژن مظفری که در استودیوی کبیر تیوی با من همکاری میکنن و این برنامه ها رو به صورت رایگان در خدمت عزیزان فارسی زبان قرار میدن. خوب و خوش باشید تا هفته آینده با امید تندرستی و شادکامی.